سلام، سارا هستم از پرژن وارز جوایز فارسی در لندن. با یکی دیگه از سمینارهای پرژن وارز جوایز فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امشب در خدمت مهمان عزیزی هستیم، سخنران جناب آقای اسماعیل فاضلی پور. جناب آقای اسماعیل فاضلی پور موضوع سخنرانیشون نقاشی به سبک کاریزما هست و تعریفی که برای سبک کاریزما در نظر گرفتن. بیوگرافی ایشون رو به نقل از خود ایشون برای شما میخونم. جناب آقای اسماعیل فاضلی پور، نقاش سبک کاریزما، 27 سال فعالیت در زمینه هنری، دارای پروانه فعالیت از میراث فرهنگی، شرکت در چندین جشنواره در اصفهان و تهران، داوری اولین جشنواره آکادمی انگلیس در ایران در سال گذشته و چاپ آثار در کتاب هنرمندان معاصر ژورنال داخلی بوده و حضور افتخاری در چندین نمایشگاه، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به صورت حضوری و مجازی، 4 دوره مصاحبه با شبکه جام جم و مصاحبه و سمینار با شبکه جوایز فارسی پرژن وارز لندن. خیلی خوش اومدید جناب آقای فاضلی پور، خواهش می‌کنم بفرمایید. با درود خدمت شما و همه عزیزان، مهمانان عزیزی که تشریف آوردن، تشکر میکنم از شما خانم فرهام، همکاران عزیزتون در شبکه فارسی که این بستر مناسب و فراهم کردین برای معرفی هنرمندان. خدمت شما عرض کنم در خصوص سبک کاریزما، چون سبکی جدید هست و به لطف خداوند این سبک پایه‌گذاری شد در نقاشی و یک تحولی در حال ایجاد شدن هست با ورود این سبک در هنر نقاشی و در کنار مابقی سبک ها قرار گرفته. قبل از اینکه وارد بحث فنی نقاشی و کاربرد این سبک بشم، یک در خصوص واژه خود کاریزما مختصر عرضی داشته باشم خدمت عزیزان. واژه کاریزما یا کاریزماتیک تا قبل از دهه 20 به دو معنا بوده، یعنی دو بُعد داشته. بُعد اولش دنیوی و سکولار بوده، بُعد دومش الوهیت و معنویت بوده که متاسفانه از اون دوران فقط روی مبحث دنیوی و سکولارش کار شده و همکنون هم به همین شکل هست. خیلی کم شده که رو بُعد الوهیت و معنویتش کار بشه در هنر، که اصلا به هیچ عنوان نبوده، به اون شکل کاملش نبوده. بوده مثلا نقاشی‌هایی که حالت عرفانی داشتن یا معنوی داشتن اما به صورت کامل نبودن، باز نشده معنا و مفهوم اصلی کاریزما. کاریزما برگرفته از کلمه یونانی به اسم خاریسما یا خاریسماتیک هست که کاریزماتیک هم میگن. اگر در علوم سیاست، اقتصاد و روانشناسی دیده باشیم و بررسی کنیم، به یک سری از افراد که قدرت جذب بالایی دارن، حتی در هنر هم به همین شکل هست، افرادی که قدرت جذب بالا و رهبری بالایی دارن میگن افراد کاریزماتیک و بیشتر رو بُعد دنیوی داره کار میشه. اما زمانی که این کلمه کاریزما یا کاریزماتیک میاد تو بُعد هنر، کلا متفاوت میشه، معنا و مفهومش تغییر میکنه، به معنای فیض میشه. اگر بازش کنیم خود کلمه کاریزما را، کلمه کاریز یا خاریز برمیگرده به چیزهایی که ما داریم، از جسمی که داریم، از وسایل ابزارالاتی که در اختیارمون هست، از خونه گرفته تا ماشین یا هر چیزی که متعلق به ما هست، حتی اعضای بدن داخل خارج، همه اینها میشه کاریز. زمانی که کاریزما تعریف بشه و ما بهش اضافه میشه، به معنای فیض میشه، یعنی مالکیت خداوند بر تمام اینها حاکمیت و سندیت پیدا میکنه، با اون دو حرف میم و الف که بهش اضافه میشه و میشه کاریزما. کاریزما در معنا میشه فیض، فیض خداوند، که اگر فیض خداوند نبود، حتی فاضلی در رحم مادر نبود یا اصلا کلن وجود نداشت، و این فیض خداوند بوده که امروز هست و خیلی چیزها در اختیارش قرار داده شده. چون خود خداوند میگه زیر آسمان قوانینی و زمانی مشخص شده هست برای هر چیز، یعنی مشخص نکرده که مثلا برای جسم یا خونه یا ماشین، میگه برای هر چیزی زمان قانونی هست. یعنی هر چیزی که به مرور زمان در اختیار من به شخص قرار میگیره، تمام برنامه ریزی شده و نقش ریزی شده قبل از قبل از که من بخوام نطفه تشکیل بشه یا در رحم مادر باشم یا بخوام به دنیا بیام، تمام اینها برنامه ریزی و نقش ریزی شده. چیزی نبوده که
یه به قول زبون عامیانه یهویی بیا بالا بگه آره این اومد، خب حالا به این چی بدیم چی ندیم. نه، تماما از قبل، نه تنها برای من، برای تمام انسان ها هم به همین شکل هست. تمام نقشه ریزی شده و این فیض خداوند، حتی استعدادهایی هم که ما داریم این فیضهای گوناگون خداوند میشه. هنرمندانی که در سینما هستن، در زمینه موسیقی کار میکنن، در زمینه رقص کار میکنن، در زمینه نقاشی، خطاطی، حالا دنیای هنر تجسمی که خیلی گسترده هست، صنایع دستی به همین شکل، نویسندگی، شاعرها، تمام اینها فیض خداوند که با تمام این فیض ها برای یک هدف مشخص شده هست. زمانی که این کلمه میاد در هنر تعریف میشه، در اصل دو واژه را میخواد به ما نشون بده: واقعیت و حقیقت. واقعیت و حقیقت دو تا کلمه هستن با دو معنا. واقعیت یعنی چیزهای دیدنی، حقیقت چیزهای دیدنی و نادیدنی میشه. به طور مثال حقیقت، و اینو خدمت شما عرض کنم که واقعیت راستی درش نیست، اما حقیقت راستی داخلش هست. واقعیت شیطان واقعیه، همیشه واقعیت ها را نشونه ما میده، اما حقیقت خداونده که هم دیدنی ها نشونه ما میده، هم دنیای نادیدنی. و سبک کاریزما داره دنیای نادیدنی ها نشون میده. در اصل اون اتفاقاتی که در پس این دیدنی ها در حال وقوع هست. یه خدمت شما عرض کنم، هر اتفاقی که در دنیا داره میفته، در زمینی که ما ساکن هستیم، از اول تا زمانی که دنیا پا بر جا هست، تمام اینها نقش ریزی و برنامه ریزی شده توسط دو تا ملک که من توی ترهام دو تا ملکوتو سعی کردم به یه نحوی نشون بده. ما دو تا ملکوت داریم، ملکوت خداوند داریم، ملکوت شیطان. ملکوت خداوند حقیقیه، ملکوت شیطان واقعی، اما راستی داخلش نیست، یعنی حقیقت نداره. در اصل یک کپی از ملکوت خداوند را شیطان داره نشون میده. برای چی؟ برای اینکه حقیقت ها را بپوشون، جایگاه ها را بزن. هر چیزی در بعد انسانی میگم، جدای از بعد حیوانات و موارد دیگه، کاری به مخلوقات دیگه نداره، رو انسان و خانواده میگم. حالا این عرایزی که دارم خدمت شما عرض میکنم، نه مربوط به دین میشه، نه اصلا هیچ ربطی به این موارد نداره که بعدها بگن ها در خصوص دین یا مذهب یا اینا، اصلا مربوط به اینا نیست. و مواردی هست که به این هم تجربه شده، هم دیده شده و این اتفاقات افتاده و میافته. و یکم که تفکر کنیم و با چشم باز ببینیم، میبینیم که تو اکثر خانواده اطراف ما هم بوده. و نظر من همیشه این بوده، هنر، مخصوصا هنر نقاشی، جدای از اون بعد زیبا شناسیش باید معنا و مفهوم داشته باشه و اون معنا و مفهومش باید به مخاطب یک موردی، یک منظوری، یک بحثی، یک چیزی برسونه. یعنی اون مخاطب باید یک مفهومی، یک درکی از اون تصاویر داشته باشه. من همیشه هر جا بوده، چه برای داوری جشنواره بوده، چه مواردی که رفتیم، همیشه نظرم جدای از زیبا شناسی یا اون قوانین نقاشی، تأکیدم روی مفهومات بوده، مفهوم شناسی. زمانی که خداوند آدم را خلق کرد، من همیشه اینا به روزمرم دارم، به همه عزیزان، اطرافیان دارم میگم، میگم خداوند کامله. ما همیشه میگیم وای خدا قادره، مطلقه، خدا فلان بیسار، اما خیلی مواقع داریم شک میکنم. خدا هیچ موقع، اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم، میخوام برش گردونم به علو، که این کلمه کاریزما تو اقتصاد و علوم و سیاست و روانشناسی به چه شکلی تعریف شده و الان به چه شکلی دیگه داره تعریف میشه. اگر بریم تو بحث علوم، ما نظریه داروین داریم، نظریه بین بنگم داریم. نظریه تو علوم هیچ چیزی ها نایمدن، قاطع من نشنیدم، حالا اگرم گفته باشن من نشنیدم، یا فرضیه است یا نظریه، قاطعیت چیزی نگفت. داروین اومده گفته که خب خاک بوده، خاک گیاه شده، گیاه گوسفند گیاه خورده به طور مثال، حالا بعد این شده میمون، میمون شده. یعنی چی؟ یعنی داره این به این شکل شیطان وارد علوم شده، یعنی جایگاه انسان رو کشیده پایین، از اون جایگاه اصلیش آورده پایین.
چرا؟ زمانی که خدا انسان را خلق کرد، همه ما میدونیم، همه هم میگیم روزمره، آره ما از گل خدا، از گل زمین ما را سرشت، روح حیات در ما دمید. خب خدایی که روز اول انسان را سرشت، اول که تمام موجودات را خلق کرد، بعد انسان را خلق کرد و بر تمام اینا حکم فرما باش، حاکم باش، بعد از من نفر اولی، آیا این خدا میاد بگه خب نه، پس بذار اون گیاهی که اول خلق کردم یواش یواش بیاد، خب بعد جدش بشه میمون، که میشه نظریه داروین؟ میگه نظریه داروین زمانی که بری بکنه همینا داره میگه. نه، پس اینجا خدا را میبره زیر سوال این نظریه، پس اینا به هیچ عنوان نمیشه قبولش کرد. یا بینگ بنگ، این عرایزی که دارم میگم ورود دنیای روحانی شیطان هست، یا دنیای تاریکی که وارد جامعه شده، وارد زمین شده و سعی بر این داره از هر طریقی انسان را از جایگاه اصلیش که حاکمیت و مالکیت بر تمام زمین، بر تمام مخلوقات، چه دنیای دیدنی و نادیدنی، میکشه کنار. نظریه بیم و میگه چی؟ طبق یک جرقه و یک انفجار همه چیز به وجود اومد. همه میگن وای چه، اما هیچ کس نگفت به بیم و آقا یا خانم یا ایکس یا ایگرن همون جرقه را کی زد؟ یکی یه نفر باید این جرقه را میزده دیگه تا همه اینا بیرزه بیرون. این رو مبحث علومش، خیلی مختصر من میگم چون نمیخوام زیاد وقت برنامه گرفته بشه. زمانی که میام رو بحث روانشناسی، پیش ببین از اسمش مشخصه، روانشناس یعنی میاد رو روان کار میکنه. هیچ موقع نمیگن روح و روانشناس، میگن روانشناس. اما توی این سبک، حالا کاربردهای این سبک هم میگم خدمتتون، توی این سبک داره روح ها را نشون میده، معرفی میکنه که این شخصی که این اختلافا داره، این شخصی که افسردگی داره، هر چقدر که قرص هم بهش بدن، دیازپام، هر چی که قرص مال افسردگی، آخرش افسرده هست، مشکل برطرف نمیشه. یا توی خانواده که اختلاف هست، با طلاق مشکل حل نمیشه چون جدایی از خدا نیست. اینم یه مختصری از روانشناسی. میرم رو بحث اقتصاد. افرادی که دارای کاریزماتیک بالایی هستن، شرکتی میزنه، گلکویست، شرکت های هرم، همه میرن شرکت میکنن، تشچی میشه؟ کلاهبرداری، اختلاس در جامعه زیاد هست. خب این برمیگرده به اون عملکرد شیطان که یه روحی با این که از شیطان هست، یک ورژنه تغییر یافته از همون لوسیفر هست که یک اسم دیگه داره، رو این داره کار. رو سیاست که بیام، سیاست زمانی که برگردی به تاریخچه، یک کلمه سیاست از ساتور میاد. در یک بره از زمان یک سری از افراد با ساتور گردن میزد، جامعه قبول نکرد، یکم رو به جلو کرد، جامعه قبول نکرد، اومدن گفتن یک اتفاق باید بیفته که اگر ما بخوایم گردن این شخص را بزنیم یا این شخص کشته بشه، یه دلیلی براش باشه. اومد رفت جلوتر جلوتر، به طور مثال فاضلی ها میخواستن یه جا گردنش را بزنن، اگر میومدن به اینه میگفتن گردن اینه میزنیم به هیچ دلیلی، خب مورد اعتراض قرار میگرفتن. یک سری نقشه ها و برنامه ریزی هایی ریخته میشه که این شخص ما چه جوری بکشیم، حالا یه پاپوشی، یه مشکلی، یه برنامه، یا فاضلی کشته بشه. این کلمه تغییر یافت به سیاست، از ساتوری شد به سیاستی و شد سیاست، اومد جلو اومد و به مرور زمان تغییر پیدا کرد، یعنی ورژنش تغییر. این از اقتصاد و علوم و سیاست روانشناسی. حالا تو سبک کاریزما که برمیگرده به هنر و این افراد کاریزماتیک و اون بود کاریزماتیک که رو دنیوی و سکولارش بود، داره میاد تو بود هنر ترش. تو بود هنر داره نشون میده، هنرمند عزیز که به عین خودم در نمایشگاه روز پنجشنبه دیدم، این علامت ها و سمبول هایی که داری میزنی، آیا اطلاع داری چیه؟ آیا میدونی پشت اینها چی هست؟ خب نه، فقط میدونم این حالته چی بهش میگن؟ تناخص میگن. میگم خب تناخص ها برای من تعریف کن. میگه تناخص یعنی که درون هر انسانی یک موجودی هست. مثل یه بند خدایی که میگه من روح ببر دارم، یکی میگه من روح گرگ دارم، اون میگه گرگ درون من، اون من اصخایی میکنم یه حیوانه دیگره میگم. میگم خب
داری شخصیت و جایگاه انسان رو داری میاریش پایین، که حتی تو هنر نقاشی هم اومده یا تو هنر مجسمه سازی هم اومده، انسان ساخته سر گاو براش گذاشته. وقتی که برمیگردی به تاریخ، اگر اهرام مصر رو بری مطالعه کنی، ببینی اهرام مصر رو و تاریخ مصر و یونان رو بری نگاه کنی، یک سری مجسمه هایی داشتن با سرهای حیوان، یا سر سگ بود یا سر عقاب بود یا همه این شکل شمایل. یعنی چی؟ یعنی اون جایگاه انسان داره میاد پایین. سر همیشه یعنی سر بودن، بالا بودن. زمانی که سر رو بزنی دیگه تمومه. اینا اومدن حیوانات رو گذاشتن سر انسان ها، یعنی انسان پایین تر از حیوانات قرار داره. تمام اینها پشتش روح هست و نقشه های شیطان هست. سبک کاریزما داره تمام اینها رو نشون میده که انسان تو جایگاهت اینه، خدا تو را خلق کرد، اولین چیزی که به تو داد، به آدم به تو داد، حضور خودش در کنار تو. اون زمان از موقع تصور میکنم اون لحظه ای که آدم خلق شد، یعنی خدا سرشت از روی خودش دمید، انسان چشمشو باز کرد، کیا دید؟ کیا میبینه؟ خدا را میبینه. و چقدر این صحنه زیباست که خدا را چش تو چش داره خالقش هم میبینه، کسی که خلقش کرد. پس جایگاه خیلی بالایی داره. چرا هیچ موقع نمیگه حیوانا چششونا باز کردن منو دیدن؟ چرا به اونا نمیگه روح حیات دادن؟ اونا میگه روح نفس دادن، روح زندگی بودن دادن. چون نه درک داره، نه فهم داره، نه شعور. اما انسان همه اینها را، پس یه جایگاهی داره، حضورش را داد، اطاعت پذیریش هم داد، کارم بهش داد، محافظتم بهش داد، گفت این زمینم به ملکیت تو. امروز پدر من زمانی که من بزرگ شدم میاد یه خونه به ملکیت من میده. خداوندم اومد زمینه به ملکیت با آدم داد. بعد گفت خب خوب نیست آدم تنها باشه. چرا؟ حالا اینو خدمت شما عرض کنم، کار و شغل دو واژه جداگونه هست. متاسفانه ما کار و شغل یکی میده. یه جا که میرن خواستگاره، خب کارش چیه؟ حالا مثلا میگه خیاطه، فاضل خیاط. خب نه. کار یعنی رویا. خدا اومد به آدم رویا داد. شغل منبعیه که ازش درآمد داره. کار اون رویاییه که خدا به من داره. خدا چه رویایی؟ یعنی همیشه من تو این فکرم میگم خب خدایا من اومدم، همیشه این بیت شعر بوده، من از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر. همیشه میگم من از کجا آمدم؟ خب آدم اول چشماشو باز کرد، خدا رو دید. خب پس خدا بی هدف نیومد من آدم اول خلق کنه که جد من بوده. جد من میمون نبوده طبق نظریه داروین. نه، من با افتخار میگم جدم آدمی زاده. حالا اگه دنبال داروینه جدش اونه که دیگه ما کاری به اون نداریم. رو خودم دارم مثال میزنم. پس خدا یه هدفی داشته، فاضلی بیاد رو زمین، به این سن برسه، تو هنر نقاشی بره جلو، نشونش بده اینه که اون جایگاه اصلی ها نه فاضلی، خدا به وسیله فاضلی بیاد انجام که بگه جایگاه آدم چیه. میاد زن رو در کنارش قرار میده. همیشه خانوم ها به این نقطه که من میرسم در خصوص سبک کاریزما که جایگاه خانوم ها رو میخوام تعریف کنم خیلی خوششون میاد. حالا میگم مجددا تو مصاحبه قبلی گفتم، حالا این سمینار یکم باز در خدمت شما عرض میکنم. خدا میگه خوب نیست آدم تنها باشد. اصلا خوب نیست. خدا هر چیزی رو خلق کرد، گفت شایسته است. آدم هم خلقش کرد، گفت بسیار شایسته، بسیار عالی، اما اصلا خوب نیست که تنها باشه. معاونی موافق وی. ببین وقتی میگه معاونی موافق وی، نه بالاترش نه پایینترش. میگه آدم به خواب گران فرو رفت، نگفت مرد، چون مرگی وجود نداشت، چون هنوز سقوطی ار آدم انجام نشده. میگه استخوانی از دنده مرد گرفت و زن را خلق کرد. بین خلق کردن و آفریدن هم دوتا مقوله جداست. حالا اونم عرض می چرا زن را کنارش قرار داد؟ ببین زمانی که به مرد میگه برو کار کن، رویای مرد انجام دادن اون وظایفشه. الان به طور مثال من دارم با شما صحبت میکنم، حواسم همش روی صفحه گوشی یا به کاری که دارم انجام میدم. پس یه دیدبانی من میخوام، درسته؟ که یه نفر از اون ور حالا لیوان این اندازه با اسلحه ای نزنه، یه دیدبانی میخوام. خدا هدفو برای مرد مشخص کرد، گفت این مرد یه دیدبان میخوام. خدا را شکر خانوم ها
بسیار عجیب و بسیار مهیب خلق شدن. حتی خود خانمام نمیدونن چه موجودات خارق‌العاده‌ای هستن. اینا واقعا جدی دارن. خیلی میشه مثال خیلی ساده برای زد زمین. دو تا کوچه اونورتر همسایه زن فلانی داره رد میشه، چه تیپی داره؟ اینجا زن حس کرده فهمید، یعنی شکی توش نیست. اما شوهر بغل دستش هر کاری کنه متوجه نمیشه. همه اینها برمیگرده به شیطان. چرا؟ شیطان زمانی که آدم خلق شد گفت خب آدمو میشناسم، میشبیه خدا، چرا تو خدا رو میشناسم، عمری پیش خدا بودم. اما یه موجودی یا خدا آورده گذاشته کنار مرد، این یکی رو نمیشناسم، نمیشه هم بشناسیش. اینه واقعا عجیب و مهیبم خانم. بعد که میره جلوتر تصمیم میگیره، چرا نرفت سراغ آدم که آدم رو بخواد بزن، که بخواد بگه آدم تو از اون میوه بخور؟ یه راست اومد سراغ زن. وقتی که خوب بررسی کرد دید که نه، اگر این موجودا بزنه میتونه کنار دست مرد قرار بگیره، اگر از طریق این بزنه مردم بزنه از طریقش، بازم دو سر برده برش. تارق با کسی نده، دو نفره بزنه برد کرده، زنم بزنه بازم برد کرده. چرا؟ چون میره جلوتر، هر کاری که دیگه زن بگه مرد انجام میده. مرد زن ذلیل بود خب اون موقع و انجام میداد. اومد برای اینکه بتونه با زن یکی بشه ورژنش عوض شد. ببین الان مثال میزنم با رو مثال زمینی که بشه بود روحانیشو بهتر شد. اینی که آوردمش تو بود روحانی دارم الان تعریف میکنم، برمیگرده به نوع طراحی، که طرحی که زده میشه معنا و مفهومش مشخصه که از کجا هست و تمام طبق حقیقته. کرونا زمانی که اومد یه ورژن، مدت زمانی که گفتن که بچه ها و یه رنج سنی نمیگیرن، اومد بالاتر ورژنش عوض شد، گفتن نه تا این رد سنی هم میگیرن. اومد بالاتر که یکی هم کلیپ گذاشت و معتادا نمیگیرن، دوره اومد بالاتر، هر دفعه یه ورژنی ورژنش هی عوض شد، یعنی خودش را بق داد با انسانها، با تمام رده سنی که الان دیگه نوزادان میگیرن، الان همه میگیرن. پس شیطان یا همون لوسیفر که حالا اسامی گوناگون شیطان هم که تو بود روحانی و عمل کرده شدن یه توضیح مختصر میدن که تو ترها اگر اومد یا دیدید یه زمانی ترهای فاضلیه دیگه، اونا هم بدونید چی هست. اومد ورژنش عوض کرد، شد لیلیت. ورژن تغییر یافته لوسیفر مار قدیمی شد لیلیت. لیلیت ها اسمش شنیدیم، شاید شنیده باشیم، و اون منبعی که این لیلیت هم هست میگم از کجا هست و چه منبعی هست. تا 3000 سال قبل از میلاد مسیح سومریان به اسم لیلیتو میشناختن، لیلیتا. بابلی ها به اسم الهه فاحشه میشناسندش. در یک کتابی هست به اسم خفاش شب میشناسند، قرمه چیزی جغدشون میشناسند، افریته میشناسنش و خوناشام هم میشناسند لیلیتا. لیلیت شکارش زنان و کودکانه و حتی کودکانه در رحم. هر سقط جنینی که شما ببینید به هر دلیلی که هست برنامه ریزی و پشت این پرده در دنیای نادیدنی لیلیته، ردخورم نه. برمیگرد بحث لیلیتو زن. شما اگر ببینید فمینیست ها یعنی استقلال زن جدای از مرد. زن تو به تنهایی میتونی استقلال داشته باشی، نیازی به مرد نداری، درسته؟ اگر که واقعا مرد نیازی به زن نداشت یا زن نیازی به مرد نداشت، خدا هیچ موقع قرار نمیداد دو تا رو کنار هم. چرا؟ این ورژن عوض شد و شکارش زنان و کودکانه، با مرد کاری نداره. اصلا شیطان زیاد کاری به مردا نداره، بیشتر فوکوسش روی زن است. به چند دلیل. دلیل اولش، زن ها یکی از قدرت هایی که دارن دوپلیکیتی بودن زنها هست، یعنی دو برابر کردن، شبیه خودشون رو درست کردن. برای چی خدا رحم ها به مرد نداده به زن داده؟ رحم به معنای رحم، یک کلمه یونانیه، یعنی رحمت، برکت، رحیم بودن، یعنی میتونه دو برابر کنه هر چیزی. شما زن ها اکثرا هم خانومی
اگر محبت کنی بهش، عشق کنی بهش، دو برابر که هیچی، صد برابر تحویل میده. اگر همینو برعکسش کنی، بدی بهش تحویل بدی یا اذیتش کنی، همونم برعکس چندین برابر تحویل. زندگی روزمره ما هست، تو جامعه هم داریم. تمام اینها برنامه ریزش لیلیت. لیلیت میاد فاصله میندازه بین زن و مرد. چرا؟ خدا رو میشناسم. آدم هم شبیه خداست میشناسم. زن هم شبیه خدا و مرد خلق شده میشناسم. پس هر نوزادی که از اینها بیاد، چرا خدا گفت بروید بارور و کثیر شوید؟ یه دفعه یه جرقه نخورد همه بیان بیرون، نه، همه اینا برنامه ریزی شده است. برو بارور و کثیر شو. هر نوزادی، هر بچه‌ای که از این زن و مرد که شبیه خداست به وجود بیاد، اون هم شبیه خدا میشه. و این سیستم و این روند تا ابد ادامه داره. شیطان گفت زورم به خدا نمیرسه، تخت دادم که نتونستم بگیرم، اما زورم به آدم که شبیه تو را میرسه. زمانی که تو را بزنم، آدم را بزنم، تو را زدم. مثال زمینیش، یه نفر زورش به من نمیرسه، اگر بچه یه من را بزنه یعنی من را زد، اگر اون را اذیت کنه من را اذیت. اونم گفت خدایا من زورم بهت نمیرسه، قدوسی قدرت تا عبد الاباد مال توه، اما میام آدم را میزنم، آدم را که بزنم این بار تو را زدم، تو اذیت میشی. به خاطر همین اومد سراغ زن، گفت زن بزنم، اگر مرد نفهمه خب خیلی قشنگ وارد زن میشم، اون اهداف منو مرد انجام میده، هر نوزادی هم که بیاد بیرون تولد پیدا کنه بیاد رو دنیا میشه مال من، شبیه من. اگر هم جفت با هم بزنم که خیلی برد کردم، اومد دوتا رو با هم زد، خدا را شکر آدم اینقدر قوی بود که از همون اول باد. البته اینم بگم خیلی به زن اعتماد داشت چون به خدا اعتماد داشت، اما خدا بهش گفت اطاعت، چرا نپرسیدی از من، چرا سوال نکردی از من که آیا این زن داره به من میگه این کار انجام بده، انجام بدم یا ندم؟ یعنی چی؟ خدا داره یادش میده که فاضلی با خدا مشورت کن، حتی زنی هم که کنار قرار دادم درست، اما در بازه، شیطان میاد داخلش، خدا هم اینا رو میدونست، بیا مشورت کن با من که آیا این کار انجام بدم یا ندم. میگفت میبره بخورم یا نخورم، میگفتم نخور، حالا زنم پرده، میگه ببخشید یه کاریش میکنیم درستش میکنیم که خدای رحیم. اما نپرسید هیچی، اومد از اون میوه هم خورد، دوتا با هم سقوط کرد. هر نوزادی هم که اومد دیگه لعنت وارد شد، چرا؟ اون زمان خدا گفت دیگه آدم دستش به درخت حیات نرسه. چرا؟ چون شبیه ما شده، نیک و بد رو میشناسه، چون از درختی که خورد درختی شناخته نیک و بد بود، نصیب بود، نه گندم، نه اینا همه خرافات و چیزهایی است که شیطان اومد درست کرد و بین مردم انداخت که سیب بود، نه، درختی شناخته نیک و بد که فهمیدن اوریان هم. چون آدم اوریان بود تا اون موقع، نزشتی بود، نه. پس عمر آدم هم کم کن. شیطان گفت خب الان دیگه شد مال من، و زمینی هم که آدم به ملکیتش داده شده بود، سندیتش دست آدم بود، چون حضور خدا را داشت، اونم داد به شیطان. شیطان خیلی قشنگ ازش که خب الان دیگه من مال من. چرا؟ خدا میگه رئیس این جهان، چون شیطان رئیس این جهان، مالکش نیست اما رئیسش هست. مالک خود شیطان هم خود خداوند. ما حتی اجازه نداریم شیطان هم لعنت کنه خدا، ما حتی اجازه نداریم هیچ چیز تو دنیای روحانی یا دنیای دیدنی هم لعنت کنیم، چون همه چیز به مالکیت، ملکیت خدا. خدا میگه چه حقی داره که به ملکیت من تو بخوای توهین کنی یا لعنت بفرست، همه چیز مال من. زمانی که شیطان ولو میکائیل سر جسد موسی جنگ داشتن، میکائیل گفت خداوند تو را لعنت کنه، تو را داوری کنه. حتی میکائیل هم نگفت لعنت بر تو. حالا ما شیطان که هیچی، شبانه روز داریم هم دیگه را لعنت میکنیم. چرا؟ چون شیطان اینو میندازه تو دهن ما، خدا را بزن داره دور میکنه. سبک کاریزما در هنر داره اینو نشون میده، دنیای نادیدنی و جایگاه اصلی زن و مرد. چرا گفت از دنده مرد گرفتم؟ چرا نگفت از مغز سرش گرفتم؟ چرا نگفت از کف و پاش گرفتم؟ گفت از دنده آدم که همیشه کنار آدم باشه، نه بالا سر مرد باشه نه پایین پای مرد، همیشه کنار مرد باشه، در کنار مرد.
که متاسفانه یه چیزی مثل فمینیست اومد شیطان اوورد، تو میتونی بالاتر از مرد باشی. نه، یه جای دیگه که نمیشه اسم اوورد، تو پایین تر از مردی. نه، زن و مرد برابر، 50-50. برای چی ما میگیم هم سر؟ یعنی سرمون یکیه. نمیشه بگیم همسر اینجوری باشیم که هیچ همسری نیست. میگه همسر یعنی برابر. حتی اون قانون تقسیم ارث یا هر چیزی، اونم برابر. چرا؟ چون خدا گفته برابر. گفتم بحث دینی نیست، حقیقت ها تو دنیای بود روحانی را دارم خدمت شما عرض میکنم. توی تحریک الان هست که با همکاری استاد بزرگوارم خانم وفایی ما داریم با هم انجامش میدیم و اتودش اینجا زده میشه و خانم وفایی زحمت رنگ و قلمگیری و اون ظریفکاری و تصویرشون رو ایشون انجام میدن. جایگاه زن در این تصویر ما داریم به نمایش میذاریم، به تصویر میکشیم که حالا به امید خداوند که تا برج 11 یا 12 آماده بشه که رونمایی بشه. دقیقاً همه این موضوعاتون ذکر شد. اینه که من تاکیدم همیشه رو بحث جایگاه زن و مرده، چون هر اتفاقی که الان داریم میبینیم برمیگرده به اون نوع. هنر زیباست، هنر خیلی زیباست، درسته. خیلی طرحا رو میری میبینی آره خب این سبک چیه، فلان سبک چیا نشون میده، درون گرایی. خب حالا منظور چیه؟ آره یعنی من خیلی افسردم. خب حالا چی کار میخوای بکنی افسرد؟ یا برون گرایی. خب این برون گرایی آره داره اطراف منو نشون میده، خب آدم ها همه افسرده، منم افسرده. خب اون مخاطبی که داره میاد اینا میبینه، خب اونم افسرده میشه. برگرده رو هنر موسیقی، موسیقی مال خداوند، موسیقی رقص همه اینا مال خداوند. شیطان اومد دزدید، چون خودش رئیس نوازندگان اومد دزدید، اول روز هم داره استفاده میکنه. نمونش هم داریم، سر تا پا خالکوبی، یه سری آهنگ هم دارن میکنن که ناگفتنی. خدا کی اینا رو گفت؟ این تو هنرش، هنر موسیقیش. یا گروهی هست تبت، درست اسمش تو ذهنم نیست، خارجی هم داره میکنه، ما ایرانی هم داریم گوش میدیم، واو چقدر جالب. یه کلمه با من تکرار کنین، اون کلمه رو که تکرار میکنی برعکس اون کلمه یعنی شیطان بی ناخواسته داری وارد. ببین تو بعد روحانی خدمت شما عرض کنم، تو بعد روحانی اول یه مثال زمینی بزنم. شما که خانومین امروز، آیا کسی بدون اجازه میتونه وارد آشپزخونه شما بشه؟ یه مهمون میتونه بدون اجازه وارد آشپزخونه شما بشه؟ به هیچون. یا کسی میتونه بدون اجازه وارد خونه من بشه؟ نه، این قانون دنیای روحانی هم همین قانون هم. اگر حتی خود خدا هم بدون اجازه وارد قلب یک نفر نمیشه، چون خدا احترام قائله برای اون مخلوق خودش، حرمت میذاره به قوانین خودش. قانون و سیستم آدم جوری طراحی شده که حق اختیار و انتخاب داره که چه چیزی را انتخاب کنه. امروز اگر من بیام، اینا مثال میگم باطلش میکنم، مثال میگم چون به قدرت کلام من خیلی ایمان دارم، چون انسان قدرت کلام هست. وقتی که خودم اجازه میدم، حالا یا از موسیقی یا از نقاشی که حتی دارم میکشم یا از شعری که مینویسم یا کتابی که مینویسم، در باز میکنم برای شیطان. خب وارد شد، اون زمانی که وارد شد دیگه تعارف نداره، هر کاری بخواد میکنه. اسمش اینه لویتان، یعنی خود الهیه هرج و مرج. بهش میگن اجدها، یعنی به هم ریختگی، میریزه میپاشه میره. برای چی بهش میگن مثل شیر قرآن میداره؟ برای چی بهش میگن دیابولوس؟ دیابولوس به هم ریختگی، دو به هم زنی. یه جا میری دارن غیبت میکنن، یه دفعه دو به هم زنی، همه میریزه به هم. چه دیابولوس داره کار بی طرف تو دنیای روحانی. تمام اینا را اسماشون رو من میدونم، کم یا زیاد اسماشون رو هم میشناسم، عمل کردشون هم میدونم. تمام اتفاقات داره میفته اگر با دیده باز بریم. الان این بحثا تو هنر هست، من دیدم طرحا، دیدم تمام. یکی یه زن کشیده بود، کاش عکس گرفته بودم میفرستادم یا میشد نشون بدی. تمام زن کشیده بود، همه یکی یه دونه چشم داشتن، همه مشکی، خطای قرمز رو بدنشون، دو سه تا زن سفید. به هنرمند میگم خب این چیه تا الان کشیدی؟ این داره اون
حالت مترو نشون میده که آدمای دور و بر چیان این آدم. گفتم خب خدا خیرت بده، تو میدونی با خودت داری چی کار میکنی؟ گفت نه. گفتم اینی که تو الان یک ساله یا دو ساله داری شروع میکنی، 10 سال آینده خودت نابود میشی. گفتم تو یه چشم میدونی اصلا معنا و مفهومش چیه؟ اون سیاهی و خط قرمز که کشیدی میدونی معنا و مفهوم اینا چیه؟ تمام دنیا تاری که تو گذاشتی جلو. یا واقعا اینا رو به چشم دیدم، من تو نمایشگاه دارم میبینم. یه نمایشگاه 2 هفته پیش دعوت بودم رفتم، یعنی یک اثرم برده بودم اونجا. یه عزیزی گفت استاد طرح ما رو میشه حالا میگم استادم نگی نام خوب میگه این اثرم میشه ببینی؟ تا نگاه کردم گفتم چرا اثر شیطان پرستیه؟ گفت من کجا؟ گفتم بیا تا نشونت بدم. یه دونه یه چشم بود دسته یکی از خانم‌ها بود، خانم‌ها نقاب داشتن. گفت نه این مجموعه نقاب هاست. گفتم قربونت برم تک چشم مال چی هست این شیطان پرستا بهشون میگن؟ الان یادم رفته اسم فرقشون. و گفتم مربوط به اونا میشه. بعد یواش یواش براش باز کردم دیدم داره وارد هنر نقاشیم هنر خطاطی میاد میکشه یه دونه چشم. میگم خب این چیه؟ میخوام چشم نخورم. میگم خب تو از میدونی این چیه که میگی میخوام چشم نخورم؟ تو از میدونی همینی که اومدی به صورت رزین، تو که هنر رزین داری میای یه تک چشم درست میکنی به اسمی که چشم نخورم یعنی چی؟ که اینو میای میذاری از پشت اینا میدونی چیه؟ معنا و مفهومش هم میشناسی؟ میبینم وارد هنر شد. نمیگم من سبکم کامله، نه، اما داره تمام اینها را نشون. من یه اسامی مختصری از شیطانم با اون معانیشو خیلی مختصر عرض کنم که بیشتر اون معنا و مفهومش باز بشه. شیطان یعنی دشمن، لوسیفر یعنی فریب، لوسیفر دار، لوسیفر یعنی، نه ببخشید، لوسیفر خودش که یعنی ستاره صبح، شیطان یعنی دشمن، بعلزبول یعنی خدای نجاسات، بعلعیال یا عیال میگن یا عیام بهش میگن، دوتا واژه داره یعنی بی ارزش، خدای بی ارزش کردن، لویتان یعنی هرج و مرج، خدایی که هرج و مرج ایجاد میکنه، دیابولوس خدایی که به هم میریزه، بعل خدای خونخاره، بعل و اشتاروت خدای خورشید و ماه، تمام طالبینی هایی که دارن انجام میدن، اون سر کتابا، فال قهوه، فال برق، هر چی که اسمش هست تمام مربوط به این. حتی تو فلسفه هم زمانی که بری آخر فلسفه، یعنی اون حرف آخری که فلسفه داره میزنه، میگه خودت اگر اتفاقی افتاد خودت نگه، ما بقیه نه. در صورت که خداوند گفته محبت کنید به هم دیگه، محبت یا دشمنت لعنتش کن، بزن بکش. خدا میگه نه، حتی دشمنت هم بهش محبت کن. من خداوندی هم که آفتابا نمیگم فاضل گناهکار اون یکی خوبه، به یه اندازه میدم بهش، یا باران رحمت هم به یه اندازه میدم. اما شیطان از همه یه طریقا داره وارد میشه. اینه که من امشب یکم گسترده بازترش کردم به این دلیل بود که عمل کردشو ببینیم تا کجا داره میاد. اختلافات که تو خونه ها داره میاد، این شوهر به دردت نمیخوره، این زن به دردت نمیخوره، اون از تو سره، تو از اون سر تری. باید تو سر خور مرد باشی، مرد سالاری باید باشه، خان و خانباجی داری، پدر سالاری داری، که جدیدن دیگه فرزند سالاری هم اومد. تمام اینها هست، سبک کاریزما داره تمام اینها رو نشون میده که زن و مرد جایگاهت اینه، یعنی کنار هم بودن. خدا نیومده من رو جوری خلق کنه که اجدادم بشن میمون ها یا اون گوسفند یا اون گیاه یا اون یکی. خدا من رو کامل خلق کرد، یا از یه جرقه نیومدم، یک هدفی دار، یک نقشه ای دار. پس چه بسا این اتودی که دست میگیرم، این قلمی که میام بزنم، بیام معنا و مفهوم جایگاه اصلی رو بزنم، نه اینکه بیام شیطان رو جلال بدم یا دنیای تاریکی رو به تصویر بکشم. که متاسفانه دیدم، به عین دیدم، هنرمندی بود که ذوق میکرد آثار من تو فرانسه، فلان کشور فلان کشور فلان کشور رفته، فروش رفته، فروش رفته، فروش رفته. گفتم آثار ده ببینم. زمانی که دیدم اصلا من مخم سود کشید.
وقتی که خود ظاهر خودش دیدم، دیدم خودش هم که دیگه بدتر از در باشه. گفتم اصلا میدونیم به کجا داریم میریم تو هنر؟ واقعا دل من خودم به شخصی دلم برای جامعه هنر داره میسوزه، دلم برای هنر داره میسوزه. غرور اومده تو هنر. امروز اگر من هنرمندم یا یه اتودی دارم میزنم یا کاری میکنم، این فیض خداونده، اون کاریزمای خداونده که به من، نه غروری دارم نه چیزی. غرور از که میاد؟ از شیطان میاد. شیطان چرا قصه بود کرد؟ به خاطر غرورش بود. و خدا گفت تنها چیزی که من شدید باش برخورد میکنم و مورد لعنت قرار میدم غرور شخص مغرور. من یکی میترسم از اون. پس چه بسا اون اتودی که دارم میزنم جوری بزنم که نه غروری باشه نه چیزی، بلکه حقیقت با باشه و همیشه پایین تر خواه باشه. یکی از نامهای دیگه شیطان ابدونه، یعنی هلاک کننده. خدای مرگ، نابودی. الان یه عرایز من بود در خدمتتون هستم، ببخشید یکم هم از بعد هنر فکر کنم رفت فراتر، اما خب در اصل برمیگرده رو همون بعد هنر و نقاشی هایی که داره کشیده میشه. سپاس از توضیحاتتون جناب آقای فاضلی پور. در خدمت مهمانان عزیز هستیم. هر کدوم از عزیزان سوالی دارید در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم بفرمایید. خانم ارجمند که 100% سوال. خواهش می‌کنم در خدمتتون هستیم. خیلی تشکر می‌کنم از جناب آقای فاضلی بابت صحبت‌های شیباشون. من با اجازهتون میخواستم سوال کنم که خب حالا توضیحاتی که فرمودن در مورد بیشترش حداقل من احساس کردم داستان آفرینش هست و از اونجایی که تمایل دارم واقعا بدونم سبک کاریزما رو، مثلا اگه یه تابلوی رو یه جایی دیدم که سبک کاریزما داشت بشناسم، با توجه به این که تو این سمینار شرکت کردم، آیا هر جایی که من تابلوی رو دیدم که مثلا فرض بفرمایید داستان آفرینش به نوعی توش بود، آیا این میشه جز سبک کاریزما؟ چون به هر حال تابلوی اینچنانی رو زیاد دیدم توی حالا موزه های داخل، موزه های خارج از کشور، ایتالیا، فرانسه، جاهای مختلف که رفتم تابلوهای اینچنانی رو زیاد دیدم که حالا به هر حال یا بعد مذهبی داشتن یا اینکه حالا به نوعی داستان خلقت رو به تصویر کشیدن. آیا اینها میشه جزء سبک کاریزما یا اینکه نه ما باید توی تابلو دنبال چیزی دیگه‌ای بگردیم تا بتونیم این سبک رو تشخیص بدیم؟ ببینید خانم ارجمندی، سبک کاریزما خدمت شما عرض کردم همیشه داخلش دو تا بعد با هم داره نشون میده، یعنی همزمان دو تا دنیا، دو تا ملکوت داره نشون. من قبل از که هر طرحی یا بزنم یا اتودی انجام بشه میرم تحقیق میکنم در خصوص آفرینش. تابلوش پشت سر من، حالا شیشه داره درستم مشخص نیست، تابلو پیدایش هست. یعنی من رفتم تابلو پیدایش آفرینش میکل آنج را دیدم. خب الان تمام اومدن نقد و بررسی ها گذاشتن روش، اون پارچه ای که به دور خداوند به صورت یک پیرمرد اومده، اون پارچه حالت مغزه تو تفسیری که ازش شده و بررسی که انجام شده، اوکی؟ و اون مغز داره فکر خداوند نشون که چه چیزی میخواسته خلق کنه. یعنی خدا نیاز به فکر کردن نداره. من خیلی اون تر هم اگر دسترسی داشتم واقعا خودم به شخص این جرأت به خودم میدادم که بیام نقدش کنم. خب اون اومده نقد کرده، اما فقط اومده رو بعد علمیش گفته آره این اومده حالت مغز انجام داده. میکل آنج و داوینچی این عزیزان دکتر کالبد شکافی بودن، تو کار کالبد شکافی اینا بودن، یعنی با تمام اجزای بدن ریز به ریز آشنایی خیلی بالایی داشت. اونی که اومد اون طرح ها زد، اومد فکر خداوند نشون داد. حالا میام از دید مثبتش نگاه میکنیم که خداوند چه فکری داشت از خلقت انسان. خب فقط حالا چه فکری داره؟ آره دنبال فکرش بگرد، نیومده اون فکر را پس فندش ادامه بده که فکر خداوند چی بود. ببین همیشه در پس فکر قلب قرار میگیره. قلب خداوند چرا قرار نه؟ قلب خداوند برای خلقت این آدم چی بود؟ فکرش آفرینش بود، قلبش چی بود؟ که من خدمت شما عرض کردم اون اهداف و نقشه هایی که خداوند داشت، رویاهایی که داشت، همیشه میگیم رویاهایی که به قلبمون هست، درسته؟
همیشه میگیم ما یه رویایی تو قلبمون داریم میاد تو فکرمون. خب رویای خداوند قلب خداوند رو نشون نداد. حالا انگشتش به سمت آدم بود، درست اون فکر داره میشه. ایرادهایی هست، نمیشه گفتم ایراد، چرا تو اون بره زمان من جواب سوالمو نگرفتم. آفی فاضلی عذرخواهی میکنم، من جواب سوالمو نگرفتم. الان مثلا فرض بفرمایید من توی نمایشگاه نقاشی حضور پیدا میکنم، حالا دستی بر نقاشی دارم اگرچه واقعا سبکارو شاید بیشترشو نشناسم، چون اصلا من رشته حالا هنری مورد علاقه خودم شعر از خانم فرهام میدونم، ولی الان من ناشی و نابلد وارد یه نمایشگاه میشم، میخوام بین تابلوهایی که موجود هست سبک کاریزما رو تشخیص بدم که کدومش سبک کاریزما هست. مشخصه این آیا همینی که من گفتم هست؟ یعنی من از صحبت شما اینجوری استنباط کردم که هر جا من تو تابلوی اگه دیدم که مثلا به نوعی داستان آفرینش اومده، این سبک کاریزما هست. و حالا یا این که نه، مثلا حقیقت و واقعیت، مثلا سبک کاریزما میخواد واقعیت رو نشون بده، چون من تعریفی که خودم برای حقیقت و واقعیت دارم حالا با تعریف شما زیاد فاصله نداره. میگیم که واقعیت آن چیزی هست که موجود هست و اتفاق افتاده، حقیقت آن چیزی هست که باید باشه. نه اتفاق تعریف حقیقت و واقعیت رو فکر کنم حالا یا قطع صدا بوده یا چیزی که حالا من دوباره خدمت شما. نه من این تعریف خودم رو گفتم، نه تعریف شما رو. من تعریف خودم رو از حقیقت و واقعیت گفتم. من دارم میگم که آیا من وقتی یه تابلوی میبینم، کدوم مشخصه این تابلو برای من مشخص میکنه که این سبک کاریزما استفاده شده ازش؟ یه تابلوی رو میبینم میتونم تشخیص بدم که این رئال هست، خب، ولی حالا این سبک کاریزما رو من چجوری باید تشخیص بدم؟ حالا من که خدمت شما عرض کنم، کاریزما رو فقط من یه نفرم دارم انجام میدم، چون کلم پای گذار این سبک خودم بودم. یعنی من نه، من خدا بودم، به تنهایی من نه، خدا بودم. و طرحایی که سبک کاریزما دارن، سبک کاریزما ترکیبی از مینیاتور ایرانه، نقاشی‌های کلیسایی هست، چندین سبک دیگه هست و فرمولی که داخلش به کار رفته شده، نمادها و سمبول‌ها داخلش هست. شما یه موقع می‌بینی الان تو طرح عالم هستی که بری شما ببینی، یا درخت حیات و مرگ، هم نقاشی کلیساییه، هم یه دونه بز اومده، هم یه دونه شیر اومده، هم یه دونه گراز اومده، هم یه دونه قوچ اومده، هم از اون طرف فرشته ها اومدن، هم ملکوت خدا اومده، هم اجده ها اومده کنار اینا قرار گرفت. متوجه شدین الان؟ یعنی از سمبول ها و نماد ها داره داخلش استفاده میشه و سبک کاریزما دو تا دنیا رو با هم نشون میده. یعنی توی طرحای من تماما برای شما ارسال میکنم، کارهایی که انجام شده داخلشون هم دنیای تاریخی هم هم دنیای نور، یعنی دو تا بود کنار هم، یعنی چون با حقیقتا این دو تا بود کنار هم دیگه هستن، یعنی کنار هم دیگه قرار، نه اینکه تداخل داخل هم باشن، نه جایی که تاریکی باشه نور نیست، جایی هم که نور باشه تاریکی نیست، کنار هم دیگه قرار داده شده. چرا که مشخص بشه آدم اول چی بود، بعد از سقوطش چی شد، چه اتفاقی براش افتاد. آدمی که سقوط کرده بخواد بره به سمت خداوند، دوباره برگرده به جایگاه اصلیش، دوباره چه حالاتی و چه جایگاهی داره. یعنی در اصل اینو داره نشون میده، سبک کاریزما ترکیب از این هست، جدای از اون شخصیت پردازی تو این سبک هست. مثل مابقی سبک ها نیست که یک اتودی زده بشه، حالا یا چهره باشه یا هر مورد دیگه، نه، این شخصیت پردازی داره. مثل یک فیلم سینمایی، فیلم نامه براش نوشته میشه، حالا یا رو کاغذ نوشته میشه، یا تو ذهن نوشته میشه، یا اتود زده میشه. یعنی مثلا مثل تابلوهای حماسی یا مثلا شاهنامه‌ای جز این محسوب نمیشه پس. نه کلا ببین، مثل فیلم میمونه، اونام داخلش کاربرد داره، مثل یک فیلم سینمایی میمونه. یعنی شخصیت، هر شخصیتی مشخصه، یعنی شیطان بی خود نیومده کنار آدم قرار بگیره. وقتی شیطان یا هم به صورت اژدها یا مار قدیمی اومده کنار آدم، پسوندش یه سری روحای دیگه هم داره، یعنی مشخصه که چه عمل کرده. حالا یا یه روح دیگه که کنارش قرار میگیره، یا تعدادی دیگه، به صورت دیو در میاد یا به صورت نمادهای سمبولیک نشون داده میشه. تو این صف مشخصه
یعنی این سبک هر من برای شما میفرستم نمونه آثارا، هر جای دیگه بریم نیست نمونه اینها نیست. چرا؟ چون دو تا دنیا کنار هم قرار گرفته شده. من الان یک اثری از شام آخر بود، یک قسمتی از شام آخر که یکی از اساتید کشیده اون خارجی، حالا نمیدونم کی بود، وقتی اونا دیدم دیدم خب عیسی مسیح ایستاده داره اون جامو میده به دست شاگرداش، یه نفرش نمیده بره از یهودا از قریوتیه بر اون اسمی که براش میگم همشلی که رو زبونم هست. خب این فقط داره اینا نشون میده با اون که داره میره، اما من اومدم این طرحت عوضش کرد، اومدم بود روحانی رو نشونش دادم، اون حاله ای از بود روحانیت اون روح القدس که کنار عیسی مسیح و اون یارانش هست و اون شیطانی که اون یه نفره داره هدایتش میکنه به بیرون تو دنیای تاریکی. یعنی اون پشت اون تصویر رو نشون میده. یعنی شما تمام طرحهای کاریزما رو که ببینی با توجه به مو و اینا خدمت شما عرض کنم رو هر موضوع متفاوته، تو عالم هستی شخصیت ها متفاوته، تو درخت حیات متفاوته، تو حقیقت و عدالت متفاوته. من میتونم نکته رو عرض بکنم؟ در راستای فرمایش خانم ارجمند که سوال بسیار جالبی بود، من احساس در واقع سوالم از جناب فاضلی پور این هست که اولا سبک کاریزما باید گفت الان ما نتیجه گرفتیم که یه سبک شخصی ایشون هست، یعنی این سبک مختص ایشونه. در پاسخ به هنرمند عزیزمون خانم ارجمند باید عرض کنم که اینکه فرمودید اگر من وارد موزه‌ای بشم در خارج از کشور یا نمایشگاهی رو بخوام بازدید بکنم، آیا تابلوی رو ببینم میتونم تشخیص بدم که اون کاریزماست یا نه؟ من میخوام یه مشابه سازی بکنم واسهتون. عین این میمونه که ما بگیم اگر من وارد نمایشگاه یا موزه‌ای در خارج از کشور شدم میتونم تشخیص بدم اون مینیاتوره یا نه. ببینید مینیاتور هم یه سبک کاملا ایرانیه دیگه، حالا اسمش شده نقاشی ایرانی. من فکر میکنم کاریزما همین حالت رو داره خانم ارجمند عزیز. ما نمیتونیم تو نمایشگاه خارج از کشور دنبال کاریزما بگردیم، شاید بشه جلوه هایی از این نکاتی که استاد فاضلی فرمودن رو ببینیم. قطعا شما دیدید دیگه، ما تابلوهای زیادی داریم از داوینچی، خیلی ها. تابلوهای داوینچی همه رو دیدم. دقیقاً آفرین. حتی میکلانج اون نقاشی‌های عظیمی که در کلیساها انجام شده، کلیساهای بزرگ در سقف کلیساها شما می‌بینید، اونجا هم ما شر و خیر رو در کنار هم می‌بینیم. ولی من احساس می‌کنم اکثرا داستان آفرینش به قول شما آفرین داستان آفرینش، حتی استاد فرشیان عزیز ما هم داستان آفرینش رو به نقاشی درآوردن. دیدین دیگه روز پنجم رو برید ببینید چقدر زیباست، یا روز ششم یا همچین چیزی که تمام پرنده‌ها و خزنده‌ها و بسیار بسیار زیباست این اثر. من احساس می‌کنم این سبک چون مختص جناب فاضلی هست، الزاماً ما در خارج از کشور همچین چیزی رو نخواهیم دید، چون می‌بینید دیگه ایشون تفاسیر ویژه‌ای داره برای کارش، نکات خاصی رو دارن ایشون. می‌خواستم فقط این توضیح رو عرض بکنم، جسارت منو ببخشید. خواهش می‌کنم. من واقعاً کامل بود توضیحتون، خواهش می‌کنم. استدام می‌کنم از خود جناب فاضلی می‌خواستم سوال کنم که این نکاتی که گفتم مورد قبولتون هست، این که عرض کردم این سبک مختص خود شماست، الزاماً ما خارج از کشور ممکن اصلا شبیه این نبینیم، درسته؟ زنده باشین استاد جان، لطف کردین. بله، پیرو فرمایش شما عرض کنم که حالا من می‌خواستم کاربردهای این سبک هم عرض کنم، با توجه به اینکه شما اطلاعات کامل دارین و با هم در ارتباط بودیم و اختیاری این سبک چندین ساله، یعنی معاصره، بله. جدید. بله. داوینچی چندین سال گذشت، یا میکل آنج یا ونکوک یا همه این عزیزانی که اومدن، یا جناب استاد فرسیان چندین سال، بله. من جا بیفته و این سبک نشون داده بشه همه جا، یه زمانی باید بگذره. قطعاً زمانی باید بگذره، درسته. سبک کاریزما زمانی که واردش بشی، جالبی این سبک اینه که تمام سبک ها را در بر می، یعنی اون عزیزی که هایپر کار میکنه میتونه این سبک ها کار، عزیزی که سورئال کار میکنه، اکسپرسیونیسم کار میکنه، امپرسیونیسم کار میکنه و انواع اسم هایی که ما در نقاشی داریم، در هنر نقاشی هست، میتونن این سبک ها کار کنن.
بله. با دیدی که دارن، با شناختی که پیدا میکنن از این سبک. چرا؟ چون این سبک، من خدمت شما هم عرض کردم، جناب مشمولی هم فرمودن توی نقاشی های کلیسایی میکل آنج یا داوینچی زمانی که بری اینا اومده، خب خیر و شر کنار هم قرار داده، همه اینا میدونیم که یه شری هست. آره. یه خوبی هست و یه بد، اما بازش نکردن، واردش نشدن. تو این کاریزمایی که اومده داره همه اینا رو یک یکی معرفی میکنه. از کجا؟ از اون حالات، از اون شخصیت ها. من تو عالم هستی خود آدم رو دوتا چهره بهش دادم، یکی روبروی، یکی پشت سر. استاد جان جانم ببخشید میخوام بین صحبتتون نیام، هم میخواستم حالت شوخی و طنز داشته باشه هم حرفمو بزنم. میخواستم بگم که به دفاع از بزرگان هنر غرب باید خدمت درس کنم که خب اونا واقعا هنرشون اونقدر سطح و بالا و زیبا هست که نیاز ندارم بیان خیلی وارد جزئیات بشن. یعنی شما مثلا، من داشتم مجسم سازی رو خدمت خانم ارجمند عزیز عرض میکردم، شما وقتی مثلا مجسم های رودن رو میبینید یا میکلانج رو میبینید، اصلا تمومه، یعنی یه کتاب دارید میخونید، دارید یه کتاب میبینید، جلوه میبینید. بله. این که شما فرمودید، بله، این که شما فرمودید تازه شروع کردید، اولا بسیار عالی است، من تبریک میگم خدمتتون جان فاضلی، چون همیشه شروع کردن سخته و به ویژه این که شما در واقع یک برند خاص تو خودتون رو دارید ایجاد میکنید، این که میدونید. حالا من چون خودم تو مباحث برند و بازار یا بینا هستم، همیشه اشاره میکنم، این خیلی عالی هست، بسیار ستودنیه که سبکی رو شما در واقع ابداع فرمودید، حالا با هر بیانی، با هر اعتقادی، کاملا قابل احترام هست و نگاهتون خیلی زیباست. این که من گاهی عرض میکنم یا مثال میزنم از هنرمندان غرب، میخوام بگم که هم فرمایشتون رو قبول دارم، همین که این دوستان بزرگوار تموم کردن اون کار رو، یعنی واقعا سبک خودشون دیگه به نهایت رسیده. حالا ما امیدواریم این سبک زیبای کاریزما به نام خودتون از کشور عزیز ما ایران هم روزی وارد این فضاها بشه. و سوال من این بود، حالا باید دید چگونه بنامیم؟ آیا با همین نام قراره در معرض دید عموم قرار بگیره خارج از کشور هم؟ یعنی اونا هم از این به بعد سبکی با همین واژه کاریزما خواهند شناخت اگر قرار تابلوهای شما به نمایش در بیاد؟ جناب مشمولی، اول خدمت شما عرض کنم که کاریزما با توجه به معنا و مفهومش که من عرض کردم، یعنی فیض خداوند، فیض خداوند هایی که داده، استعداد فقط به من نداده، به همه عزیزان داده. جناب مشمولی با آب رنگ واقعا تصاویری دارن خرم میکنن، عالی. خانم وفایی همچنین، شما قلمی که میزنین، شعرهایی که دارین و دیگر عزیزان، به همیشه کاریزما مربوط به هم است، یعنی مجموعه از فیض. زمانی که اومد تو هنر، پتانسیل های وجود یک انسان وجود داره تو یک انسان، میفرمایید دقیقاً. زمانی که میاد تو هنر تعریف میشه، هنر یک جامعه هنری داره، کل جوامع هنری، یعنی کاربرداش که میخوام خدمت شما عرض کنم، حتی شعری که نوشته میشه، حتی کتابی که نوشته میشه، اون شخص با شناخت دنیای روحانی، ببینید من شناختی که رو دنیای روحانی برام باز شده اینه، شیطانه میشناسم، عمل کرداشم میدونم اینه. حالا به طور مثال خانم وفایی یا جناب مشمولی یا شما خانم ارجمندی عزیز، زمانی که میخواین وارد این سیستم بشین و بشناسین، چه بسا فراتر از این برای شما باز بشین و بیاین همین کاریزما حالا طی فرمایشات جناب مشمولی، من عرض کنم که به شخص مربوط به من نیست که بگم فقط فاضلی کاریزما داره انجام میده، نه، چون معناش فیضه و فیض متعلق به همه هست، چون واجهشم باز کردم، خدا باران رحمتش رو سر همه میبارم. به شخص نگاه تو فاضلی، تو یه جا واسه این عبر میاد همه رو بیزم و سرطا، نه، یا صبح میای خورشید فقط برای تو، نه، برای همه، یعنی برای همه عزیزانی که تو عرصه هنر اون استعداد، اون پتانسیلا دارن و میتونن بشناسن. عزیزی که تو روانشناسی، کتاب های روانشناسی مینویسه، یکیست که در علوم کار میکنه، شاعران عزیز، نویسنده ها، حتی فیلم هایی که ساخته میشه الان اگر بریم ببینیم، وارد سینما امشب نشدم، هنر سینما الان وارد سینما بشم دیگه تکمیل، اگر بریم ببینیم
فیلم های ترسناک، فیلم اره و کلبه و تیغ و صورت تراش که همدیگره تیکه پاره میکنه. خب دارم عمل کرده اینا رو دارم میگم ها که تمام اینا شناخت داره که تو هنر چجور وارد میشه. من میگم نمیترسم، هیچ ترسی ندارم، میشینم نگاه میکنم فیلم ها را، تقمن پاش میشکنم، همه اینا هست. اما چهار سبایی که گذشت، خانم من که بارداره، وقتی این فیلم ها داره میبینه میگم نمیترسه، اما اون روح ترس داره وارد میشه، از این طریق درا داره باز میکنه، وارد خونه من میشه، رو من تأثیر نمیذاره. من میگم نمیترسم، که چه بسا رو منم تأثیر میذاره، خواهی نخواه، تعارف با کسی نم، رو خانوم من میذاره، رو اون جنینم تأثیر خواهد گذاشت و اون نوزادی که دنیا میاد عذرخواهی میکنم با ترس دنیا میاد، با شب ادراری در سنین بالا و خب ترس جان. به همین شکل میان دو سینما وارد شده، میان فیلم های ترسناک میذارن و جا فاضلی جانم ببینید اینجا دیگه قدرت انتخاب ما به میون میاد دیگه، ما که دقیقاً جبر نداریم حتما بریم هر سبکی رو ببینیم، هر فیلمی رو ببینیم، اگر اینجور باشه که خب واویلاست، معلومه ما با توجه به خواسته هامون، شخصیت درونیمون، شخصیت اجتماعیمون، تفکرمون، گرایش هامون، مسلما تفکیک میکنیم اینا رو، یعنی طبقه بندی میکنیم هر چیز رو، براش زمان نمیذاریم، انرژی نمیذاریم. خب دقیقاً حتی و این که فرمودید کاملا درسته، اما میگم برمیگرده به انتخاب ما، ما که ملزم نیستیم حتما خیلی از چیزها هست الان توی دنیا، همون نکته شیطان پرست ها رو که گفتید، بله بله، واژه کوکلاس کلان ها احتمالا یادتون رفت، این اونا کسانی بودن که حتی دست جمعی خودکشی کردن، اصلا وحشتناک بود سالها قبل در امریکا. خب یه گروهی هم طرفدار داشتن، اینا دیگه انتخابیه دیگه، یعنی اون قسمتی هست که ما آدما میشینیم انتخاب میکنیم و گاهی مصر میشیم مثلا رو انتخابمون، تعصب داریم و تماشا میکنیم، گوش میکنیم، و کاریزما به نظر من جزو اون گروه از هنرها قرار میگیره که جنبه معنوی داره، جنبه روحانی داره، همچون که خودتون بارها اشاره فرمودید، بله جنبه روحانی داره. اما من نظر خودم هم میخوام عرض بکنم، این که اولا من که تحسین میکنم این موضوع رو، من احساس میکنم نظر خودم اینه، هر چیزی که در جهان قراره ایجاد بشه، از کوچکترین تا بزرگترین و مهمترین حرکت، باید به نفع جامعه باشه. یعنی ما باید ببینیم اگر نقاشی داره به معرض دید عموم گذاشته میشه، قراره برای جامعه چیکار کنه، یعنی چه رسالتی داره. ما همه رسالت داریم دیگه، همونجوری که خودتون هم گفتیم اتفاقی که نیومدیم، این رسالت خیلی مهمه. اگر قرار باشه شما کاریزما رو و هدف کاریزما یا رسالت کاریزما رو در یک عبارت، یه جمله تعیین و تبیین بفرمایید، چی میگید استاد؟ رسالت سبک کاریزما در جامعه چیه؟ عذر میخوام فقط خدمت شما جناب آقای فاضلی پور عزیز، خانم داوری هم سوالی دارن، اجازه بدید که سوالش. بله چشم، من دخم دارم، من عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم آقای مشکل، منظورم به شما دو به دو نمیدونم، خیلی دو به دو شد نه چون دستیتون خیلی وقت بالا هستش، حتما 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 خانم داوری در خدمت شما هستیم. خانم داوری روی میکروفونتون که بزنید صداتون باز میشه که اگر تمایل دارید سوالتون رو بپرسید. خواهش میکنم خانم داوری، زیر صفحه باید اون سمت چپ پایین میکروفون رو، میکروفون بله آره، یه بار یه تاچ بزنید روی صفحه. سوالی نداشتی چون دستتون رو بالا آورده بودید، من الان خیلی وقت دست شما بالا تصورم اینه که سوال شرمندم جناب مشمولی، ببخشید. اختیار دارید من سوالم رو مطرح کردم، عرض کردم خدمت جناب فاضلی عزیزم که هنر باید رسالت داشته باشه برای جامعه. حالا رسالت کاریزما رو میخواستم از زبان خودشون بشنوم، تعریف خودشون چی؟ زنده باشی جناب مشمولی عزیز. چشمتون برم عزیزی، خدمت شما عرض کنم جناب مشمولی، طبق عرایزی که من داشتم،
کاریزما رو من اومدم امشب خیلی گسترده تر بازش کردم. خیلی عالی. بله. چون اگر بخوام خیلی توضیح بدم و بازتر از اینش بکنم سه روز یا چهار روز من باید بشینم فقط در خصوص شناخت های هر کدوم از این موارد بخوام توضیح بدم. اما اینی که اسمش اول گذاشتیم کاریزما که عرض کردم که مبدا بله. بله. برای هنر میشه. بله. این سوالاتی که داره من همیشه این به چرا که ته عرایزم هم عرض کردم فرمودید که میگم من از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود. بله. من خودم امروز به عنوان یک هنرمند نقاش به خودم گفتم این طرحی یا این اثری که داره زده میشه طرحی زده بشه. بله. که مخاطب فاضلی نامی که میاد اینا ببینه تفکر کنه، یعنی بره تو فکر. بسیار عالی. من کجا آمده ام، یعنی رسیدن به همون جایگاه اصلی خودش که خدمت شما اول بار عرض کردم. فرمودید. خیلی کوتاه و سربسته بخوام بگم روی این دنیا هستم اما مال این دنیا نیستم. درسته. یعنی من فاضلی که اومدم رو این دنیا اومدم به خاطر اشتباهی که اجداد انجام داد، نه پدر مادر، اشتباهی که آدم اول انجام داد، پدر مادر که دستش در نرفت. اما به کجا باید برم؟ دارم نشون میدم که جایگاه اصلی یک انسان، چون به نظر من هر هنری، نه تنها نقاشی، هر هنری باید یک بازخورد مثبت داشته باشه. دقیقاً. بین فرمایشات شما یک رسالتی داشته باشه. بله. رسالتی که تو این سبک داره میگه، اول که میگه هر چی که هست از خداست، نه غروری هست نه طمعی نه تکبری. یعنی فاضلی هیچ غروری نباید داشته باشه بگه من دارم این نقاشی ها میزنم. نه، اول حرف اولش اینه که نه غروری هست نه چیزی. دومش و مهمترینش اون جایگاه اصلی یک انسان، انسان بودن و انسانیت زندگی کردن رو داره نشون میده. چرا میگه آدم انسان شبیه خدا خلق شد؟ محبت کن. ده فرمایشات شما جام مشمولی که گفتین چه بازخوردی برای جامعه داره. بله. درد جامعه زمان عامیانه، آیا به درد جامعه میخوره یا نه؟ امروز وقتی که من محبت کنم ببخشم خودم بخشیده میشم. و اگر این محبت انجام بشه، چون خدا خدای محبت و بخشندگیه، خیلی عامیانه بخوام بگم امروز به طور مثال، چون من با آقای مشمولی دیگه برادر بزرگ منه و باور و صمیم قلب دوستش دارم، مثال رو خودم آقای مشمولی میزنم. امروز اگر آقای مشمولی تو گوش من بزنه، این فرمایش نکنی تو رو خود زنده باش. نه، اینو دارم مثال نزنید بابا، این چه مثالیه؟ زمانی که من ببخشم و محبت کنم، اون جایگاه اصلی که شبیه خدا بودن را دارم نشون میدم. من استاد جان میخوام در یه عبارت خودم بگم، چون از شما من یه جمله خواستم، ماشاءالله شد 65 جمله. من هم اینجور بازش میکنم. یه جمله به نظرم میاد رسالت کاریزما در واقع بازتاب و بازشناخت موجودیت انسان هست. دقیقا. انسان ها در این سبک شما در واقع دوباره بر میگردن جایگاهشون رو شناسایی میکنن، همون از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود یا بهر چه بود. من فکر میکنم این رسالت کاریزما اینه، با توجه به فرمایشات و کلیات موضوع رو تعریفی که فرمودید اینه، ما در سبک کاریزما بر میگردیم به بازشناخت جایگاه انسان و انسانیت. خوبه؟ دقیقا. بسیار. یا شاید همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم و تو در دلم نشستی. در دلم نشستی. آفرین. اتفاقا چقدر دلم میخواست خواهم ارجوان امشب دو سه بیتی شما عنایت بفرمایید ما گوش کنیم در کنار فرمایشات آقای فاضلی، از شنیدهای شما هم لذت ببریم، از شعرخوانی شما. خواهش میکنم. حالا اگر فرصتی هست خواهش میکنم. حالا فکر نکنم که بشه با توجه به اینکه سخنرانی آقای فاضلی بوده، حالا من توش، حالا بعد از اینکه لایوش تموم شد و یا ضبط تموم شد چشمان در خدمت خواهم بود. عالی خواهد بود، ارتباط داشته باشیم با هم حتما. بله حتما. خیلی باعث افتخار، باعث افتخار من است. ممنونم ازتون. خواهش میکنم.
خانم سپاسگزارم از همه مهمانان عزیز و همینطور جناب آقای فاضلی پور و سخنرانیشون با موضوع تعریف سبک نقاشی در سبک کاریزما در مجموعه پرژن نوارز جوایز پارسی هستیم. خواهش میکنم اگر سوالی دارید در خدمت دوستان دیگه هستیم، اگر نه که بخش پایانی جناب آقای فاضلی پور خواهش میکنم مبحث رو به پایان برسونید. در خدمت شما هستیم جناب آقای فاضلی پور. من میتونم یه سوالی بکنم؟ بفرمایید، در خدمتتون هستیم. اگه خیلی وقت نگیره آقای فاضلی پور خیلی توضیح زیاد ندن، خواستم ببینم که چه جوری به این سبک رو آوردن. قبلش آیا کار دیگه میکردن؟ مثلا سیاه قلم کار میکردن یا توی رشته دیگه بودن؟ بعد این سبک رو چه جوری مثلا بهش فکر کردن و شروع کردن؟ من این سوال رو بخواستم ازشون بپرسم. اگه برام توضیح بدن ممنون میشم. اگه وقت هست. چشم، خیلی هم مختصر خدمت شما عرض کنم. ممنون، متشکرم. هنر کار میکردم، خود زمانی که سن کمی داشتم کار میکردم، کاریکاتور کار کردم، یه برهه از زمانی سدور رتبه آوردم در زمینه کاریکاتور استانی بود. یه کاریکاتور رو ادامه ندادم چون از مینیاتور خوشم اومد، اومدم یه مدت مینیاتور انجام دادم، برگشتم دوباره طراحی چهره انجام دادم، سیاه قلم، مجدد بازگشت کردم به سمت مینیاتور و کارهای استاد فرشیان و مشقهای ایشون انجام میدادم و هیچ استادی هم نداشتم و خودآموز کار کردم. اومدم جلو، زمانی که تصمیم گرفتم برای این مورد کار کنم، چون همیشه من میگم خداوند از هر طریقی صحبت میکنه، یکی از اساتید به من گفت انتزاعی کار کن، یه موضوع به من داد به نام رهایی که داخل پیجم هم هست هنوز، اون اتودی که زدم و رفیق قلم کار شده و اون استارتی شد که این سبک به مرور زمان یاد بالا و خداوند بوده که تمام اینها را، چون داخل توضیحات سبکم من داخل پیجم هست الهامات روحیه و خدا را شکر خدا کمکم کرد که بشناسم الهامات خداوند با الهامات دنیای تاریکی که تداخلی هم نداشته باشه و به مرور اومد بالا و تا این لحظه پیشرفت کرد. بسیار عالی، موفق باشید. من که لذت بردم. متشکرم، مرسی، نه عالی بود. لطفا خواهش می‌کنم. شما هستید جناب فاضلی پور، صحبت پایانی برای همه بیننده های ما. زنده باشین. عذرخواهی میکنم اگر عزیزان اذیت شدن، زیاد صحبت کردم و تشکر میکنم از مهمانان عزیز، اساتید بزرگوارم که تشریف آوردن، همچنین شما شبکه جوایز پارسی. و یکی از کاربردهای کاریزما را بگم که در زمینه مجسمه سازی، فرش، نقاشی، موسیقی، دنیای سینما، شعر، نویسندگی و تمام این موارد کاربرد داره و تیارای زمان بود که در تمام سبک ها با تمام سبک ها میشه این سبک ها انجام شده. خیلی خیلی ممنونم، برکت خداوند با همه شما باشه. سپاس از شرکت شما جناب آقای فاضلی پور و همچنین تمام مهمان ها. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که همیشه مانا خندان و رقصان باشید. شب همگی بخیر. شبتون بخیر. بسیار عالی. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم.